بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به شهر ورزش. با شما هستیم مطابق معمول جمعه ساعت 5 شام و شهر ورزش تقدیم شما میکنیم. انشاءالله تا پایان با ما همراه باشید و تماشا کنید. امیدوار هستم که استفاده کنید و همچنین لذت ببرید. هفته قبل یک اتفاق تلخ باز هم در فضای فوتبالی افغانستان منتشر شد. متاسفانه یکی از پیشکسوتان و یکی از بازیکنان صاحب نام دهه های 50 و 60 فوتبال کشور دار فانی را ودا گفت و از بین ما رفت. آقای احمدشاه لعلی از پیشکسوتان و از ستاره های نامدار دهه 50 خورشیدی که متاسفانه به دیار باقی شتافتند. روحشان شاد، روحشان غریق رحمت الهی و انشاءالله که جنت فردوس جایشان باشه و آرام باشند. به همین دلیل یک ارتباط اسکایپ هم داریم با آقای صابر روح‌پرور از پیشکسوتان و از بازیکنان صاحب نام دهه های 50 و 60 فوتبال افغانستان. روح‌پرور صاحب سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به شهر ورزش. سلام و احترامات خدمت برادران عزیز برنامه شهر ورزش و از طریق شما و تمام و شنوندگان این برنامه تقدیم میکنم و از بارگاه خداوند بزرگ آرزو دارم که همه سالم و سلامت باشید. شما سلامت باشین. شکر که شما رو میبینیم و همراهتان صحبت میکنیم. بیشتر میخواییم در رابطه با لعلی صاحب صحبت کنیم، در رابطه با فضای فوتبال افغانستان در دهه های 50 و 60، مشخصا دهه 50 و سالهای آخر دهه 50 خورشیدی. متاسفانه احمدشاه لعلی از بین ما رفت. اولا نسبت در گذشت مرحوم مغفور احمدشاه جان لعلی، ستاره فوتبال افغانستان که واقعا یک شخصیت بسیار عالی در ورزش افغانستان بود، و خانواده محترم لعلی تسلیت عرض میکنم و خانوادهشان و به دوستان و عزیزان و کسانی که او را میشناختن و همه ورزشکاران تسلیت عرض میکنم و از بارگاه خداوند بزرگ آرزو دارم مرحوم مقبول را غریق دریای رحمت بیکران خود قرار دهد و به بازماندگانشان صبر جمیل نصیب بگرد. آمین. شما چند سال در کنار هم در تیم ملی بازی کردید؟ ما از دوران طفولیت تقریبا براتون بگویم که از صنف دوم مکتب که ما با هم جا بیدیم تا که دورانی که حتی فاکولته هم تمام کردیم با هم به یک جا بیدیم، در تیم پاس، در تیم پانتون، در تیم بامیکا، در تیم اندوکش، در تیم ملی، تمام مسافرها رو یک جای بسیار رفتیم. بسیار خوب. روح‌پرور صاحب شما فکر میکنم در یک مصاحبه گفتید که زراعت خواندید. بله زراعت خواندم. من اول تقریبا دو سال در پلی‌تکنیک بودم، بعد از او رفتم زراعت خلاص. و اکثر بازیکنان ملی پوش دهه 50 و 60 آدم های باسواد و تحصیل کرده ای بودن. بله واقعا همه اکثریتشان بسیار دانشگاه را تمام کرده بودن و در دانشگاه بودن. من هم زراعت خواندم رو پروسه. هم مسلک هستیم. بله. و اگر در رابطه با سفرهایی که داشتید، در رابطه با فضای فوتبالی سالهای 50 اگر صحبت کنید، چگونه بود؟ چقدر توجه میشد به فوتبال؟ در سال 50 واقعا فوتبال بسیار شور کرده بود، همه مردم علاقمند بسیار زیاد در فوتبال بودن و حتی در مسابقات جشن که بزرگ میشد تیمای خارجی دعوت میشد در مابین انسان که هر جشن بزرگ ما مسابقات بسیار خوب داشتیم و در این تمام قدر تماشاگر بود که استرن استادیوم جا نداشت و در پشت دروازه های استادیوم مردم منتظر بودن که واقعا اوج فوتبال افغانستان در اون زمان. سلامت باشین رو پرور صاحب، تشکر از اینکه فرصت دادید تا با شما صحبت کنیم. اگر صحبت دیگری دارید. خواهش میکنم. واقعا از عزت احمدشاه جان اگر ما بگیم یک شخصیت بسیار عالی، یک ستاره بسیار خوب، اخلاق بسیار ورزشی خوب داشت، حتی در با تمام بچه های تیم با یک لبخند بسیار صحبت میکرد و همیشه خندان بود و هیچ وقتی ای از امرای کدام ورزشکار این دعوا و کدام چیز داره که همه ورزشکار ها چی در کلب ها بوده چی در تیم ملی بوده همه رو فوقلاده دوست آشن و تا به حال بساب دوست دارن و همیشه افسوس میفرن از این که بساب چی یک شخصیت خوب و عالی بساب از بین مورد. خداوند رحمتشان کنه. تشکر از آقای صابر روح‌پرور، سجد لطف کردید. به هر حال راه فراری نیست، همه یک روزی خواهند رفت و این مسیری است که باید طی کنیم. روح آقای احمدشاه لعلی غریق رحمت الهی، این برنامه را هم تقدیم میکنیم به
احمد شاه لعلی، انشاءالله که روحشان در آرامش باشه. وقفه. خوش آمدید به این بخش از برنامه. شما بیننده شهر ورزش هستید. میخواییم در رابطه با کشتی این هفته و در این قسمت از برنامه صحبت کنیم، در رابطه با فضای کشتی کشور، در رابطه با شرایطی که ورزشکاران این رشته ورزشی دارند و حضور در رویدادهای بین المللی که متاسفانه خیلی اتفاق نیفتاده برای رشته کشتی. عبدالغفار قادری و ملک جان سدید مهمان ما هستند از ورزشکاران رشته کشتی، از ملی پوشان این رشته ورزشی که بیشتر امروزشون صحبت خواهیم کرد در رابطه با کشتی، در رابطه با حضور در مسابقات جهانی، مسابقات آسیایی و مسابقات خارج از کشور. خوش آمدید به برنامه. خوش باشید. شما همچنان خوب هستید؟ بسیار زیاد خوش آمدید آقای سدید. آقای قادری، چه خبر، چگونه است شرایط کشتی ما فعلا؟ تولاتی که پیش رو داریم یا تولاتی که آمده دیگه اوقدر ورزش چیز معیان نیست. یک مسابقاتی که پیش رو داشتیم، پیش رو البته گذشت بلد. پیش رو داشتیم و گذشت، مسابقات دوستانه بود البته که در بین زونا همون کسایی که نخبه بود اونا چهره شناسایی شد بس. چرا کمتر به کشتی پرداخته شده؟ چرا کمتر حتی مسابقات داخلی ما برگزار شده؟ مشکل در کجاست؟ ما شما پیشتر صحبت میکردیم قبل از آغاز این بخش که آخرین سفری که شما به عنوان نمایندگان کشتی افغانستان داشتید سال 2018 بوده. چرا به این صورت هست؟ از نظر ما فدراسیون کشتی یک قسم گروگان وری بود به نظر ما، البته که از سال 2002 تا 2021 یک رئیس فدراسیون داشتیم دیگه، کسی جرات انتخاب در انتخابات شراک کنه او رو هم نداشت و نمیفهمم دیگه مسائل بعدیش هم قدر معلومات دقیق هم ندارم. یعنی شما میگین شاید که از دلایل اصلی این بوده که تقریبا برای دو دهه و نزدیک به 20 سال یک نفر در رئیس فدراسیون کشتی کشور بوده و نظر شما چیست؟ کار به اهل کار اگر سپرده شود با خوبی با آسانی همه کار حل میشه. اما فدراسیون پهلوانی همگی از وقت در فدراسیون پهلوانی کسایی هستند که ما میبینیم وقتی که دنیا هم قپیش رفت کرده، تکنولوژی یا بالا رفته، اما فدراسیون پهلوانی به بعض جای بیشینی بعض دوستان بگه که تو کدام برد داری، کدام عکس دوست بالای داری، این باید ترقه میشه. دنیا بسیار پیش رفت، اما مسابقه خارجی که میریم زیاد سفر کردیم، البته که مدال های به وطن کمایی کردیم، به فدراسیون کردیم، فدراسیون و مردم های محدود قرن 20 بود، او از اون گپ میزنن. اما در دنیا نمیدن که فدراسیون چقدر پهلوانی تغییر کرده، تخنیک مدیریت همه چیز. اما فعلا که در آن است، فعلا که دمی وقتای کم شده که تولات آمده، فدراسیون تغییرات آمده، کسایی است که کار میکنه، زحمت میکشه، کسی او رو نمیبینه که کی زحمت میکشه کی نمیکشه. اما وقتی که یک سفر میشه، وقتی که یک امتیازات میشه، اول درجه مو آدم است که یعنی همه کار ما کردیم. این خب کلگی برای همگی معلوم است. ما ورزش میکنیم، سفر میریم، در کلاپای خود تمرین میکنیم، چه قضامت میکشیم، تعداد وقت کمه که یک سفر معیم میشه، در روز، 20 روز، یک ماه میشه، اما اون نفر ترنرهای تیم ملی ما را میتلبه که بیاین به مسابقه. بعد 10 روز 20 روز یک ورزشکار نمیتونه که آمادگی صحیح بگیره به مسابقه. یعنی یک مدیریت درست و یک برنامه ریزی درست وجود نداشته؟ نه ندارم، به خاطر از اینکه کسایی هستن که مو چوکی را اشغال کردن کار خدا نمیکنن، نامشان در مو چوکی مو پوست بند انداختن کار نمیکنه. چرا یک... نام نمیگیرین کی مثلا؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر که از کار میکنه زامت میکشن، اما زامت از اون میفهمید مشکل کجاست؟ مشکل این است که مثلا همین لحظه هم شما سربسته صحبت میکنید، کیا کار نمیکنن؟ چرا نام نمیگیرید؟ چرا نمیگین؟ و یک نکته را من کاملا موافق هستم، در طول این سالها چیزی که من خودم شاهد بودم، بیشتر از این که ما به این فکر کنیم به غیر از چند رشته معدود که بریم در مسابقات دستاورد داشته باشیم، نه مدیریت داشتیم نه برنامه‌ریزی داشتیم، فقط تمام فکر و ذهن ما این بوده که سفر بریم.
حالا مسئولین به خصوص فقط باید سفر برن. هیچ کس به این فکر نمی‌کرد که ما در این سفر چه دستاوردی میتونیم داشته باشیم و 20 سال گفته شد که حضور ما در این مسابقات مهم است. از برای خدا اگر 2002 می بود، اگر 2006 می بود یا مسابقات 2004 می بود، درست بعد از 20 سال آیا هنوز هم حضور ما در مسابقات مهم است؟ خیلی تلخ است. چرا نام نمیگیریم؟ من نام میگیرم و بگیرم. چرا به خاطر از این میگیرم نام که فدراسیون پارلمانی یگان هر گفتم پیشترم به میگم که وظیفه خود چوکی را اشغال کرده نمیتونه. ترنرای تیم ملی ما هست، اما وقتی که یک ماه میشه بچه ها را میگه حاضر باشین که به می سفر ما شما مسابقه داریم. او تمرین هم که میایم وقتی که میایم بعضی کس میگه که ما جیب خود مصرف میکنیم، او خب با هم کل فدراسیون معلوم است که چقدر اثر داریم. باید صبح تمرین کنیم، دیگر تمرین کنیم، قرنطینه صحیح نمیشیم. مو باعث میشه که او طرف میرم یک مسابقه دو مسابقه را برد میکنم. مسابقه پالوانی بسیار یک مسابقه ثقیل است. کاملا بعد از دو سه مسابقه ما تو انرژی و تو تمرینات فشرده نکنیم که آمادگی بدن ما به اون مسابقات آماده باشه. چه باید کرد؟ خب یک چیزی که من برای شما باید عرض بکنم که کسایی که نیروی جوانی دارن، کسایی که میفهمه چیز فهم است، اونا باید از در فدراسیون سهم داده شوند و از اونا استفاده درست صورت بگیره، کار به اهل کار سپرده شوند. ای که کسایی که پیشکسوت است سنشان ایجاب نمیکنه، اونا یک مشاور شده میتونند، نه ای که ترینر شده بتونند، نه ای که سکرتر جنرال شده بتانند، نه ای که رئیس فدراسیون مثلا شده بتانند. این قسم باید است یک مشاور خوب، یک برد مشورتی باشه. دیگر اصلا زیب زینت یک ورزش با مو بزرگای خود است، با ریش سفیدای خود است، با مو مشوقین خود است، مو زیب زینت خود داره. من میگم که نباید یک ماموری که 20 سال در یک چوکی کار کرده، رتبه علمیشان بالا رفته و او وقتی که تقاعد کنم چوکی را امرای خود پشت کده ببره در خانه که من همی چوکی باشم، درست؟ و گروگان چوکی را نگیرند، درست؟ یک کسایی که امو لیاقتش شایستگی امو کار داره، اونمو کار به اهل کار سپرده شوه، ایرای بهترش اینمی است که یک روز، دو روز، ده روز، پنج روز، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه اگر کار کرده نتونست، یک کس دیگر را بیارند که او کار بتانه. بله. ولی نمیشه که ما تجربه حاصل کنه یک سال، دو سال، سه سال، 20 سال چه قسم تجربه حاصل میشه؟ نمیشه. نظر من این است که 20 سال دیگه تجربه کار... نیست، ناکارآمدی است. ناکارآمدی است، تجربه نیست. حداقل تجربه دو ماه، سه ماه. نهایتش که کسی که هیچ چیز را نفهمه در دو ماه، سه ماه خوب چیز میفهمه. با یک موضوع از طریق انتخابات رئیس فدراسیون کشتی هم مشخص میشد و معرفی میشد. رؤسای ولایتی حتما رأی دادن. من شاهد یک دور انتخابات هستم که 4 سال گذشته یک دور انتخابات شد. یک کسی که خودش کشتیگیر هم نبود و در مورد ورزش هم هیچ چیزی نمیفهمید، یک بچه نامش هم به یاد ندارم، ناشناخته آمد در مقابل جنرال صاحب بابا جلندر استاده شد و او یک رأی برد. دیگه عبدر ای دیگر جنرال صاحب بابا جلندر از آن خود کرد و رئیس فدراسیون شد. یعنی شما میگین که رقیبی نداشتن؟ با رقیبی نداشت. بله. و حال شرایط بوده و هنوز هم هست، حتی گفتن این صحبت ها و این حرف ها میتونه درد سرساز شود، به خصوص در رشته کشتی. و چقدر بروز هست کشتی ما؟ چقدر آپدیت هستیم مطابق با اصول و قواعد و قوانین جهانی پیش میریم؟ نظر به سفرهایی که ما کردیم در کشورهای متعدد، کشور ما مثلا 4 5 10 15 یا 20 نفری که سفر کردیم در کشورهای خارجی رفتیم، دیدیم قاعده و قانون تمام گپا را دیدیم، دیگه کسا اونقدر نمیفهمه و وقت هم نمیتن که از وجود ما، از وجود یک استادی که چیز فهم است، از وجود از اون چیز را بفهمند، وقت هم نمیتن، وقت دادم نمیشه و استفاده هم نمیشه
اونمو دمو قرون اولیه دمو گپایی که قرن 20 بود اونمو گپا را پیش میبرند. امیال قاعده و قانونی که در کشتی فعلی پیش میره قاعده و قانون قرن 20 است. در قرن 20 که داخل نشدیم ما در کشور ما البته که پس رفته ترین کشور که در حساب ورزش و در حساب هر چیز پاکستان بود پیش رفته، اندونزیا بود پیش رفته، سریلانکا بود پیش رفته، هندوستان بود پیش رفته، تاجکستان بود پیش رفته، تمامی کشورها در عرصه ورزش البته کشور ما شکست میداد. حال اونا به سطح بسیار به اوج و بالا قرار دارند ولی ما به پایین ترین منفی صفر شدیم. پس بروز نیستیم. یگانه مشکلی که قیصری صاحب در فدراسیون و پالونیز فعلا حال امی سه توشک هم مندازن، سه توشک هم مندازن، مسابقه بیروبار های هو بسیار زیاد است. اما به بسیار ورزشکارا باور که قیصری صاحب دمی دوره مسابقه یک بچگک بود ما دیده میشه بسیار به یک حالتی ورزش ما ورزش کردیم از دل از اومیم باور که یک رقم عشق میریخت ما را گفت که لالا غفار یک دفعه بیا امیجا به یک ترنر بگو که اینمی نه قنم را بود. ما گفتم ما داخل توشک نمیشم، ما دمی گوشه دیدیم که جگر ما خون کرد باور به خاطر از اون داخل رفتم. دیگه کشورا ویدیو چک دارن ما نداریم. نه اینجا مشکل ده از قیصری صاحب که مسابقه است. یک ورزشکار ما در بیرون مرزی وقتی که مسابقه میکنیم در سه کنج توشک هم تایم است هم نمره است. از هر گوشه ما که سیل میکنیم هم تایم خود میبینیم هم نمره خود. اما در افغانستان چه رقم است؟ نه تایم خود میبینیم نه نمره خود میبینیم. اما دیگه سرپا دوار زده میریم وادی آخر امو سرکم مسابقه میگه فلانی برد فلانی نبرد. حتی ما دمو دندانه باور که در مسابقه تماشا میکنیم میدیم یک مسابقه ده دقیقه دوام میکرد تایمش ما متو گرفتم میرفتم یک مسابقه در سه دقیقه خلاص میشد که در این صورت سه دقیقه تایم مسابقه است. دورم مسابقه میکرد من بسیار ایران میونم افسوزی میکنم میفتیم چی یک حالت است. نگه ای بسیار این مشکلات است. یک ورزشکار باور کن که پالوانی بسیار مصرف گزاف کار داره تمرین هم نکنی در رشته پالوانی به خدا که تا رو میتام قوی نباشد تو کشتیگیر شده نمیتونی. همی علم ورزش میگه تمرین کو خو کو بخو. این فیصدی زیاد ورزشکارا را که میبیندم هر جای این گوشمایده بسیار خاطرهای بعدش هم دیدیم باور که یگانه مرا که جور میدن در داخل مندهی که میرم در هر جای میرم میبینم می گوش میده باز ما کدی خود یگان دفعه در چرت میرم خود چون میبینم که می کل جوانی یک شوق بسیار زیاد داره پالمانی که میرم امی کل جوانی یک بار به عمر ما شما در رفتن است. یعنی کل عمر جوانی خودم میزنیم در ورزش از کس از درس همه چیز میمانیم ورزش کنم میرم آخرم سمریش که از ورزش میمانیم مجبور هستیم نه پیسه داری که کار کنی یا کار تجارت کنی نه کسب داری که کسب کنی. این پالمانی دیگه چی میشه مجبور هستی که بری شاخه کاری کنی کراچیوانی کنی دیگه که. اما میگه پس که جنجال یا زیاد داره زامد مزد نداره خصوصا در افغانستان ما دیگه. و آخرین حضور شما در مسابقات قهرمانی آسیا چه زمانی بوده؟ سال 2018 مسابقات اندونزی. نه مسابقات قهرمانی آسیا که فقط مربوط به کشتی باشه. خب چندین جای کوالیفای میشه و چی میشه ما تا بالت ما نتونستیم به مسابقات قهرمانی آسیا نرفتیم شرکت. نرفتیم بله نتونستیم رفتیم در قزاقستان که تا فعلا قبل از ما که مثلا بعض ورزشکارهای دیگه هم بود در 2016 اولین کس بود که از به فدراسیون پالوانی اولین مدال در 2016 مدال برنز که یک تیم ما به هند رفته بود دیگه تیم ما به قزاق رفته بود. 2016 کجا بود؟ 2016 قزاقستان بود که بین 40 کشور آسیا بود که ما اونجا توانستم که مدال برنز. مسابقات قهرمانی آسیا بود؟ آسیایی بود مسابقات آسیایی. چون مسابقات قهرمانی آسیا 2012 بود فکر کنم. 2012 سال 2012 ما هند رفتیم به مسابقات قهرمانی جهان بود و قادری صاحب رفتن به حساب در بخش جوانان رفتن قزاقستان که از اونجا یک مدال برنز که در اون مسابقات هم البته که چین، کوریا، امارات عرب همیه را شکست دادم که اولین مسابقه من حضورم خارجی من بود در اون مسابقه
او بسیار به شوق علاقه بود که بود. در اوجه مرا یکان چیزی که مایوس ساخت قیصری صاحب همی ساخت که در او سالا که ما قدر تمرین کردیم که ما مسابقه ما فاینال مکسر سیومی مسابقه داشتیم امروی چین. ما خیلی لفظ چینایی را یاد نداشتم. بسیار به یک چیزم چین نه حالا. اوجه یک دوست ما بود خدا خیرش بده بسیار خدمت مارم کرد. او استاد سنگر بود. که از اینجا تشکری برش میکنم او لسان از واره کمی میفهمید ما کورا بردم از خوشی ما ایت بیخی با حال خود نبودم ما گفتم این چطور ترینر سر از وی اگر قم تو گب زدم میره دیگه میکنه او گفت برو چیز نگو ما گفتم چرا میگه او میگه به این میگه که میگه تو را یک افغانی برد ما بسیار در موجه دیگه باور که خوشی می اگر قم بخوادم با حال دیگه شد گفتم تو سعی که کی افغانستان به چی یک چیز صدا میکنن به چی یک میزنه که بسیار رو مایی شده سپاس تشکر از اینکه آمدین برای هر دوی شما برای ورزشکاران که در رشته کشتی هستن آرزوی موفقیت دارم و انشالله که شرایط بهتر شوه فقط باید امیدوار بود و انشالله که مدیریت سالمتری داشته باشه کشتی و این رشته پرطرفدار که بسیار محبوب هست بتونه نتایج خوبی را بگیره اگر صحبت دیگری دارین در حد 30 ثانیه خب کشتی یک ورزش پرطرفدار است و اولین باره که در زمان زایر خان بوده که نادر خان بوده وقتی که آکی و فوتبال کشتی بوده هیچ دیگه چیز یعنی تاریخ داره ما ورزش عنعنوی کشور ما هم کشتی و فوتبال و آکی است دیگه گفتنی ما همی است که جوان ها با وجود از این که مایس هستن با وجود از این که از زمامداران دست زمامداران امور دیگه صدمه میبینن با امور ورزش البته که ورزش البته که هر چیزی که هست دیگه امو امید خود دست نتن همیشه ورزش بکنن اگر سفر بریم یا نریم به صحت خود ما مفید است باید ورزش بکنیم سلامت باشین تشکر قادری صاحب و سعید صاحب تشکر از اینکه آمدید همچنان با ما باشید صحبت کردیم در رابطه با رشته محبوب و پرطرفدار کشتی وقفه خوش آمدید به این بخش از برنامه بیشتر میخواییم در رابطه با فوتبال و فوتسال صحبت کنیم اولین موضوع این بخش در رابطه با محکمه حکمیت ورزش هست علیه فدراسیون فوتبال که یک حکمی را صادر کرده در تاریخ نوامبر 2020 و این حکم به این صورت هست که فدراسیون فوتبال افغانستان محکوم به پرداخت مبلغ $2,46,000 آمریکایی هست جمع 5% سود و پرداخت مبلغ 9000 فرانک سوئیسی مصارف رسیدگی به موضوع یا کیس پیتر شگرت را اخراج کردیم میتونیم با هم ببینیم پیتر شگرت را اخراج کردیم و در ادامه پیتر شگرت به نظر از ما شکایت کرد به محکمه حکمیت ورزش و $2,46,000 جریمه شدیم در نوامبر 2020 هم این حکم صادر شده مشخص نیست که آیا این مبلغ پرداخته شده یا نشده ما در داستان اسلاون اسکلیجیچ و داستان اخراج او هم جریمه شده بودیم هنوز زیاد نگرفتیم چگونه در روابط بین الملل با مربیان خارجی و حرفه‌ای کار کنیم و خیلی راحت اخراجشان میکنیم راحت‌تر جریمه میشیم جریمه رو هم باید پرداخت کنیم برای فیفا و برای محکمه حکمیت ورزش هیچ فرقی نمیکنه که افغانستان باشی یا آلمان یا هر کشور دیگری باید این پول را در نهایت پرداخت کنی که بتونی در رویدادهای بین المللی حاضر باشی اتفاق تلخی هست برای فوتبال ما و متاسفانه هیچ کس هم در این زمینه پاسخگو نیست و هیچ کس هم هیچ صحبتی نمیکنه حالا جنوری 2022 هست و این حکم در نوامبر 2020 صادر شده بود به هر صورت خبر بعدی و موضوع بعدی مربوط میشه به مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در رشته فوتسال که حریفان افغانستان مشخص شدند و ما در گروه بی مسابقات در مرکز آسیا با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و نپال همگروه شدیم و اینکه این رقابت‌ها در کشور قرقیزستان برگزار خواهد شد و در بشکک و اینکه
تیم‌های اول و دوم هر گروه موفق خواهند شد به جام ملت‌های 2022 که در کشور کویت برگزار خواهد شد صعود کنند. مسابقات هم در آپریل هست و این گروهی است که افغانستان حضور دارد. ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و نپال گروه بی مسابقات را تشکیل دادند. مسابقات مرکز و جنوب آسیا، سایر رقابت‌ها و سایر گروه‌ها را هم که می‌بینید، امیدوار هستم که امسال بتانیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در رشته فوتسال عملکرد بهتری داشته باشیم و بتانیم که صعود کنیم به جمع 16 تیم پایانی مسابقات. و خبر بعدی و موضوع بعدی در رابطه با فوتبال هرات هست و جام حذفی هرات که اتک قهرمان رقابت جام حذفی هرات شد، مسابقاتی که با اشتراک 30 تیم برگزار شده بود و تیم اتک در نهایت موفق شد در دیدار پایانی 2-1 سلطان شهر را شکست بده و قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. از تیم‌های خوب فوتبال افغانستان و فوتبال هرات هست تیم اتک که امسال در رقابت‌های لیگ برتر هرات هم به مقام قهرمانی رسیده بود. فوتبال همچنان در حال برگزاری هست و در حال نفس کشیدن هست در هرات و این اتفاق خوبی هست برای فوتبال مریض افغانستان. و آخرین موضوع این بخش مربوط میشه به رقابت‌های جام حذفی فوتسال در غزنی که تیم مسعود قهرمان و قهرمانی رقابت‌ها رسید. رقابت‌هایی که با اشتراک 16 تیم برگزار شد در 25 روز و در نهایت مسعود قهرمان موفق شد که عقابان میوند را شکست بده و مقام قهرمانی مسابقات جام حذفی فوتسال غزنی را از آن خود کرد. تبریک باشه برای این تیم و برای هواداران این تیم. این بخش با پایان رسید. خیلی موضوع و اتفاق و حاشیه داره فوتبال ما و متاسفانه دو دستگی هم کاملا حالا آشکار شده و هست. حتی ما نمیتونیم از کسانی که به عنوان سخنگو یا کارمندان مطبوعاتی فدراسیون فوتبال هستند در برنامه مهمان داشته باشیم، دعوتشان کنیم، همراهشان صحبت کنیم. با محمود سعیدی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال هم میخواستیم صحبت کنیم، متاسفانه نشد. و هر صورت امیدوار هستم که شرایط فوتبال ما و فوتسال ما بهتر شود و امیدوار هستم که روزهای خوبتری در فوتبال ما هم ببینم. وقفه. خوش آمدید به این بخش از برنامه. با شما هستیم و شهر ورزش را تقدیم شما میکنیم. میخواییم در رابطه با شرایط باشگاه‌ها یا کلب‌های خصوصی فوتبال در افغانستان صحبت کنیم. یک ارتباط تلفنی داریم با آقای آروین طاهری، رئیس باشگاه سرخپوشان هرات، یکی از تیم‌های صاحب نام و تیم‌های پر افتخار فوتبال افغانستان که در سطح ملی هم صاحب عناوین قهرمانی هستند، در فوتبال هرات هم همیشه از مدعیان اصلی بودند. طاهری صاحب سلام، وقت بخیر. سلام خدمت شما جناب قیصری عزیز، همکاران شما، بینندگان برنامه محترم شما. شما سلامت باشین، بسیارت خوش آمدید به برنامه. چگونه است شرایط باشگاه خصوصی فوتبال در افغانستان؟ طوری که شما مستحضر هستید، سالیان سال جامی ورزشی، پیشکسوتان فوتبال، کسانی که چیزی از فوتبال میفهمیدن، علاقمند فوتبال و رشد استعدادهای فوتبال افغانستان بودن، تلاش بر این داشتن که یک روزی کلب‌های افغانستان یا باشگاه افغانستان هم جایگاه واقعی خود را هم در فوتبال داخلی افغانستان هم در میادین بین المللی و کشورهای دیگر پیدا بکنه. خب خوشبختانه بعد از مدت انتظار سال گذشته همون یک فیصله از طرف فدراسیون ملی افغانستان صورت گرفت که تیم‌ها 12 تیم از ولایات مختلف افغانستان به شمول سرخپوشان هرات در این لیگ ملی افغانستان را پیدا کردن. ما در آغاز بعد از اینکه ما بازی‌های مقدماتی خود را با ولایات حوزه خود برگزار کردیم، ما قهرمان شدیم. از اون لحظه ما تقریبا مدت طولانی تمرین کردیم. هر روز گفته میشد که مسابقات فلان ولایت برگزار میشه، با چه کمیتی برگزار میشه. ما در آغاز تمام موضوعات و سلسله مراتبی که نیاز بود از جانب فدراسیون محترم فوتبال افغانستان ما همه ایر آماده کردیم. 23 نفر ما ثبت و راجستر شدن، کارهای همه نهایی شد. خب ما متاسفانه بعد از یک وقفه طولانی ما توانستیم 3 بازی خود به میزبانی ولایت هرات فدراسیون فوتبال هرات ما برگزار کردیم. البته بازی‌ها تحت نظر فدراسیون ملی افغانستان بود و او هم شما می‌دانیم
که ما تقریبا به 4 روز ما 3 بازی کردیم که هیچ جای دنیا شما سراغ ندارین که یک تیم فوتبال برای 4 روز 3 مسابقه فشرده پی امر بکنه، که از همون خاطر هم بود تعداد زیاد از بازیکن آسیب دیدن. خب بعد شدن بعد این بازی ها به خاطر رسیدن ماه مبارک رمضان به تعویق افتید و باز عید آمد و قرار شد که مسابقات 48 بازی دیگه تیما برگزار شد. از همون آغاز تا به اکنون ما بدون وقت داریم تمرین میکنیم. قراردادها یک تعداد بازیکن ها ما آقای قیصری عزیز احتمال 1 ساله بوده ختم شده. ما هر روز تمرین میکنیم. ما برای این مدت بارها بارها با هر یکی از مسئولین محترم فدراسیون فوتبال افغانستان صحبت کردیم که بازی ها چی وقت برگزار میشه. گفتن بودجه نیه، امکانات نیه. امروزه آیا برای لیگ ملی افغانستان بودجه وجود نداره؟ اسپانسر پیدا نمیشه؟ از لحاظ تکنیکی و از لحاظ بشری و از لحاظ مالی اینا نمیتونن برگزار بکنن. چطور ممکنه و مقدوره که اینا یک روز تورنمنت 6 جانبه در کابل برگزار میکنن تحت یک نام و روز دیگه یک تورنمنت 4 جانبه به یک ولایت دیگه دارن برگزار میکنن؟ حالا این تورنمنت ها خوب است برای رشد فوتبال، ما مخالف برگزاری اینا نیستیم، ممکن برای یک زمینیتار بین ولایات و افراد ایجاد بکنه، اما اینا چرا از کار اصلی خود پشت سر میگذارن؟ چرا وظایف اصلی اینا جز برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان است؟ آیا فدراسیون ها بلدی بتوانیستن تمام برنامه های رسمی و غیر رسمی و ولسوالی ها خود هم میگه تطبیق بدن؟ چطور ممکنه فدراسیون ملی افغانستان نمیتونه بازی ها و برنامه های مسابقات خود این تطبیق بده، عملی بسازه؟ جای سوال از خود ازی. و اگر هم نمیتونن جناب رئیسی عزیز برای ما بگن که حداقل 2 ماه بعد 3 ماه بعد برگزار میشه، نامه بفرستن برای ما، شفایی بگن که ما حداقل بازی کنه، اول اکثریت از اینو مریض دارن، ویزا گرفتن. آقای رئیسی عزیز اینا قرار بود 1 ساله قرارداد دارن با باشگاه، میرن مسافرت میرن کار دارن، همیتون 12 نفر بازی کنه ما رفتن به خارج از کشور رفتن، ما کسر ندارین، ما پول مصرف میکنیم، هزینه مصرف کردیم، ما 1 سال کم از کم خودم شخصا 1,500,000 افغانی ما پول مصرف کردم برای تیم، برای از فوتبال که مسابقات برگزار شه. این کی جوابگویی میکنه؟ همیانی هم سوال میاد از دوستای عزیزم، اگر برگزار رو میکنم حداقل به من بگن 1 ماه بعد، 40 روز، 10 روز، 15 روز. آیا ممکنه 1 سال متواتر تو تمرین کن، زحمت بکش، هوای سرد، هوای گرم، بیا مسافرت نرو، همه که امروز و فردا میشه و تا حالی هم نشده؟ چطوره؟ چطور تورنمنت های 4 جانبه و 6 جانبه آجل و آنن اسپانسر دریافت میشه ولی به مسابقات فوتبال کلاب های رسمی افغانستان نمیشه؟ کی مایوس کننده است؟ واقعا فوتبال نابود میکنه، هیچ کس علاقمندی دلچسپی دیگه نداره به فوتبال سرمایه گذاری کنه. آقای سری عزیز شما میتونید 12 سال میشه من کلب داری میکنم، تمام فوتبالرهای مطرح افغانستان روزی با این تیم ما فوتبال کرده، همیال فوتبال پای افغانستان حرف اول ما داریم میزنیم، همیال تمام پدیده هایی که در فوتبال ایران هست، هم اینا اکادمی فوتبال سرخپوشان بوده، حالا مثل من خیلی کلپ ها دیگه هم ممکن به افغانستان باشه، اما وقتی که اینا همیت برنامه ریزی داشته باشن و همیت حتی یک نفر هم حاضر نیست که پاسخگویی بکنه، چطور یک نفر روابط ولایتی اینا ندارن که با کلپ ها بیان تماس بگیرن صحبت بکنن جواب بدن قناعت بدن؟ کامورا متاسفانه نداره و ظرفیت وجود نداره. آقای طاهری یک مشکل اساسی که وجود داره، ما کاملا با شما موافق هستم، هیچ کسی در فدراسیون فوتبال افغانستان متاسفانه این روزها پاسخگو نیست، اصلا پاسخگو نیستند، هر کسی هم که امراش ارتباط میگیریم جواب نمیده و معلوم نیست که فدراسیون فوتبال چی میکنه. حالا مسابقات 4 جانبه قندهار از برای خدا چی کنن ورزشکاران ما؟ یک تعداد زیادی از ورزشکاران و فوتبالرهای بنام هم این مسابقات رو تحریم کردن، چه به درد میخوره مسابقات 4 جانبه؟ حتی به نظرم در بعد اجتماعی هم هیچ فیدبک مناسبی برای فدراسیون فوتبال نخواهد داشت و بهتر این میبود که لیگ قهرمانان رو برگزار میکردن. صحبت های پایینی شما. من جناب قیصری عزیز، من طرفدار ای هستم که حد اقل فدراسیون افغانستان یک آدم پیدا شود که جوابگوی نی تنها من 12 کلب یا باشگاه افغانستان. هیچ کس نیست آقای طاهری، هیچ کس پیدا نمیشه. هر کدام این بزرگایی که من میشناختم پیام گذاشتم زنگ زدم، هیچ کدام برای من جواب نداد. فقط تنها فیروز مشهور که سخنگوی فدراسیون فوتبال و خارج از افغانستان است، دیشب که من امروز صحبت کردم جوابی برای من داد،
گفت که ما تا یک دو روز دیگه مستند و مستدل و تو اول میدم. جناب آقای قیصری عزیز، شما ما رو باید درک کنین، شما در کدام رویداد ورزشی فوتبال سراغ دارین که یک تیم به خاطر برگزاری مسابقات 14 ماه رو باید تمرین کنه؟ و چقدر هزینه کردید؟ و چقدر هزینه کردید؟ پول دادید؟ بازیکنهایتان در اختیارتان بودن؟ افغانی تنها پول مصرف شده، 1,500,000 افغانی پول مصرف شده. شما ببینید یک آدم پیدا نشده که آقا ما این مسابقات 6 ماه بعد برگزار میکنیم. بازیکنام خسته نشه، یک ماه به رخصتی میرفتن، دو ماه میرفتن، خود ما میرفتیم از کار زندگی بار هم را انداختن. امروز بعد از ماها بازی ها برگزار میشه، امروز میشه، فردا میشه. آقا اگر بودجه نیست، امکانات تکنیکی نیست، چطور تو رو منتهای محلی برگزار میشه ولی بازی ها رسمی شما نمیشه؟ سوال از خود از این. بله، تشکر تایریسه، تشکر از اینکه فرصت دادید و روز و روزگار شما خوش باشه. حتما باید با شما صحبت میکردیم به عنوان رئیس یکی از باشگاه‌های خصوصی افغانستان که سالهای سال حداقل من در جریان هستم که در فوتبال کشور هستید و تلاش کردید برای پویایی فوتبال. انشاءالله موفق باشید و شما به نمایندگی از سایر تیم‌ها اینجا صحبت کردید. به نظرم لیگ قهرمانان را باید برگزار می‌کردند و همین حالا هم دیر نشده، باید پلان بگیرند برای برگزاری لیگ قهرمانان، برگزاری رقابت‌های چهار جانبه قندهار، برگزاری رقابت‌های شش جانبه کابل به هیچ دردی برای فوتبال ما نمی‌خوره. و یک نکته را آقای طاهری اشاره کرد، از برای خدا در 3 روز، در 4 روز 3 مسابقه فوتبال مگر داریم؟ مگر امکان داره؟ ولی خب اینجا افغانستان هست، هر چیزی امکان داره. وقفه. به بخش پایانی برنامه خوش آمدید. میخواییم در رابطه با بوکس صحبت کنیم، در رابطه با سفر مشتزنان افغانستان به کشور سربستان، به شهر بلگراد، و اینکه چگونه این سفر تنظیم شد، چه کسانی در این سفر حضور داشتند و چه اتفاقاتی افتاده برای تنظیم کردن این سفر، برای رفتن یک تعداد از دوستانی که نباید میرفتند، که به نظر مشتزن هم نبودند، و اتفاقات جالبی که رخ داده. آقای وایستین قوسی، مسئول نشرات فدراسیون مویستانی و از قهرمانان رشته ورزشی، مهمان ما هستند، و همچنین قیس نوابی عزیز، دوست و همکار بسیار خوب ما، هم در این قسمت از برنامه با ما هست و توضیحات بیشتر و توضیحات تکمیلی را ارائه خواهد کرد. خوش آمدید. تشکر قیصری، سلامت باشید. خوش آمدید. سلام قیصری، سلام بخیر. سلام به شما قوسی صاحب و سلام به همه بیننده عزیز. قیصری صاحب، قسمی که شما یاد کردین، به تاریخ 21 ماه اکتبر 9 ورزشکار مجزن به شهر بلگراد سربستان سفر کردند. در ابتدا به کشور ایران، بعد از اوج ویزا گرفتند و شهر بلگراد کشور سربستان و به منظور رقابت‌های جهانی ایرشه اشتراک داشتند. که متأسفانه هیچ کدامشان هم نیامدند. هیچ کدامشان نیامدند. دو بس وجود داره. یکی اینکه ورزشکاران ما تصمیم گرفتند که بر نگردند به افغانستان، و موضوع دوم این هست که چه کسانی رفته بودند. بله قیصری صاحب، 9 ورزشکار در 9 کاتگوری وزنی رفته بودند، که این 9 ورزشکار، 2 ورزشکارش میشه که گفت که قهرمان های از وقت تیم ملی بودند، اما قهرمان بودند، ورزشکار بودند. و در کنار از این 9 ورزشکار، قهرمانان اسبق یعنی این که در سال گذشته تیم ملی قهرمانی کردند. و نه، من میخوام این را برای بینندگان بگی که یعنی این که در حال حاضر در تیم ملی عضویت داشتند یا نداشتند؟ عضویت نداشتند، مثل علیرضا احمدی و همچنان توفیق سلیمان، که دو ورزشکار نداشتند عضویت. اما سالهای قبل در حدود 2 سال علیرضا احمدی قهرمان تیم ملی بوده، مگر در این اواخر به بخش پروفشنال یا حرفه‌ای رو آورده بود. و بقیه که 7 ورزشکار میمونه، این 7 ورزشکار در امسال که در اوایل سال بود مسابقات تیم ملی برگزار شده بود، اینا همش قهرمانی در وزنای خود کسب کردن و همو جایگاه نخست داشتن. مگر متاسفانه در بین از این 9 ورزشکار 2 نفر دیگه که بعض ورزشکار و یک نفر دیگه هم به نام احمد صمیم رحمتی، احمد صمیم رحمتی و احمد سهیل رحمتی، 2 نفر باعث بوکسر و مجزن رفته بودند، و همچنان صمیم خیرخواه باعث مربی، که اینا اصلا عضویت نداشتند در تیم ملی، حتی ورزشکار نبودند. من قراره که یعنی سابقه بوکس نداشتند؟ نه خیر، حتی سابقه ورزش نداشتند. من قراره که اطلاع دارم اینا، جناب قیصری صاحب که به همه بیننده‌های موازی شوه، اینا حتی کسبه کار بودند،
که هیچی اصلا ورزش نکرده بودند، سابقه ورزشی نداشتند، فقط به خاطر امو روابطی که داشتند با سکرتر جنرال که قرار که مسحق ماوگو هستن با آقای حمیدی. بله آقای وحیدالله حمیدی و همچنان دو ورزشکار دیگه هم، دو نفر دیگه هم که باعث ورزشکار رفت، احمد سویل رحمتی و همچنان احمد صمیم رحمتی. این دو نفر همچنان به خاطر پول که پول دادن و به شرایط پولی را که مساعد کرده بودن برایشان اون امور دمو حد پول برایشان داده بودن و رفتن یا پول دادن یا ارتباطات داشتن. در صورت کسانی که نباید در این سفر حضور می داشتن متاسفانه رفتن با عنوان ورزشکاران رشته ورزشی بوکس یا مسئولین و بله تیم تکنیکی. میتونم تصاویرش هم ببینیم؟ بله میشه که تصاویرش هم ببینیم. همکارای ما از ابتدا کارتای از اینا رو میتونیم ببینیم. اینی رو ببینین قیصری صاحب صمیم خیرخواست که باعث کوچ رفتن، یعنی قیصری صاحب این اسنادا اصلا نمیشه که جعل کرد. بله اینا از طرف خود سازمان جهانی مجزنی که آیبا هست بخش آماتورش، اینا ببینین که همه لوگو و همه اسنادایی که دسترس ما قرار گرفته معتبر است. و همچنان احمد سهیل رحمتی که کارت از اون را میشه که ببینیم و احمد صمیم رحمتی. این احمد صمیم رحمتی است که پاسپورتش هست و همچنان از احمد سهیل رحمتی پاسپورت ویزا که در پاسپورتشان خورده و کارتایی که به اینا باعث بوکسر تنظیم شده اونا همشان در دسترس ما هست و میشه که ویندا هم ببینن. یعنی قیصری صاحب ما متاسفه ای هست، میشه که این صحنه را هم ببینیم. این در شهر بلگراد است و کسی که حلقه شده و هم یکی از کسایی هستن که در کنار بازیکنهای تیم ملی هستن. همه بازیکنهای تیم ملی را کسایی که مجدن هستن، کسایی که علاقمند به ورزش مجدنی هستن اینا رو میشناسه چون اینا خیلی سابقه ورزشی داشته. اما در بین اون نفر که هست احمد سهیل رحمتی ای اصلا ورزشکار نیست ولی در این سفر است و قرار که ما گو هستم و اسنادی که در دست ما قرار گرفته قیصری صاحب در حدود نزدیک به 7 الی 10000 دلار اینا دادن، پیسه دادن. بله یعنی پیش از پیش مشخص بود که ورزشکاران پس نمیان و یک تعدادی هم قرار است که به نام ورزشکار در این مسابقات باشه. میشه که قوسی صاحب شما مسئول نشرات هستید و به عنوان مسئول مطبوعاتی فدراسیون مجسنی نظر شما چه است؟ تشکر قیصری صاحب. رابطه به سفری که قرار بود ورزشکارای ما اعزام شوند و اعزام شدن رفتن به مسابقات ورلد چمپیونشیپ که به شهر بلگراد کشور صبرستان برگزار شد که من تقریبا حدود یک ماه پیش من این مسابقات از طریق پیج رسمی فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان منتشر کردم که ورزشکارا همه گی آگاه بود و خوب بیاد دارم که مورخ 15 اکتبر سال 2021 جلسه رهبری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان رابطه به این سفر برگزار شد که آقای ستاری رئیس فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان همچنان سکرتر جنرال آقای حمیدی که حال حاضر به اروپا به سر میبره. آقای حمیدی هم در این سفر بود؟ در این سفر خودش هم شامل بود. البته همین 7-8 نفری که در رهبری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان شامل بودیم این جلسه دایر شد و رابطه به این سفر و سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان این سفر تشریح داد شروع جلسه و همگی حضور داشتیم. اینجا بالاخره گپ به می رسید که گفتیم تحولات جدید آمده، بودجه تربیت بدنی وجود نیست و سفر ما نمیشه که ما در این سفر ورزشکارای خود اعزام بکنیم و آقای حمیدی فرمودند در این سفر که ما به پیشنهاد به فدراسیون جهانی AIBA که دادیم اونا میتونن که تیم ملی بوکسینگ افغانستان از مصارف خود فدراسیون جهانی و به این مسابقات دعوت بکنن که اسنادایی که نوابی صاحبم در دسترس داره و حقیقت داره تا جایی که ما میبینیم ارزیابی کردیم و در جلسه‌ای که شما داشتید در رابطه با کسانی که قرار هست در این مسابقات اشتراک کنند صحبت نشد؟ چرا نه، صحبت شد و در مورد این اشخاصی که آقای نوابی گفت انشالله ایران برتان توضیح میتم. رهبری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان پیشترم برتان فهمیدم که 6-7 نفری که رهبری فدراسیون است مسابقات تاریخی که از طرف فدراسیون جهانی جنتری ذکر شده بود تا آخرین تحلیل برای ما گفته شد که سفر لغو شد، نمیشه مصارف نداد. تاریخ 21 اکتبر بود که ورزشکارای ما از کابل پرواز کردن به شهر هرات و از
طریق صفحات اجتماعی ما تعقیب کردیم که ورزشکارای معظم کشور شد تا اومد. یعنی در آخرین جلسه سفر ملغا شد، سفر لغو شد. لغو شد. ولی شما با یک بار خبر شدید که یک بارگی خبر شدیم که ورزشکارای ما به مسابقات قهرمانی جهان حضور پیدا میکنند که ما پیشتر هم برتان فرمودن قبل از اون منتشر کردم از طریق پیج فدراسیون که اولین مسابقات جهانی بود که فدراسیون جهانی 2.6 میلیون دلار برای ورزشکارای آماتور جایزه مانده بود و ورزشکارا آمادگی خود داشتن، تمرینات در کلاپای خود و در تیم ملی تمرین داشتن. آخرین مرحله از سفر آگاهی پیدا کردیم که سکرتر جنرال ورزشکارا را یک جا ساخته و تا ایران ایراد برد، از ایراد به ایران و چند 3-4 شبانه روز به ایران ماندن، بعد از او در ترکیه، ترکیه رفتن در صربستان. البته به کمک از این سفر فدراسیون جهانی آیبی داد که با ورزشکارای بوکس افغانستان تحت پرچم آیبا مسابقه کنه به نام زیر پرچم افغانستان. ما پوزش میخوایم غوثی صاحب، جناب قیصری صاحب، در قسمت سفر از اینا و مصارف از اینا، مصارف از اینا، اینا تا ایران از پول شخصی خودشان رفته بودند و بعد از ایران اینا خودشان از طرف فدراسیون جهانی بخش آماتور بوکس که آیبا است برشان سفر خرجی و تکت تیاری اینا همشان فراهم شده بود. یعنی تا ایران از پول شخصی خودشان رفته بودند و زمانی که در صربستان رسیده بودند اینا بجز از چند ورزشکار که مسابقه کرد دیگرش مسابقه هم نکرده بودند. من همین میخواستم سوال کنم که مسابقه دادن؟ یک چند ورزشکار مسابقه کرد. خود دو ورزشکار که ورزشکار نبوده چی بله. مسابقه میدادن؟ دو ورزشکار ورزشکار نبود و مربی هم مربی، پس اونا رو کی کوچنگ کنه؟ و مربی های تیم ملی کسایی هستند که با غوثی صاحب بیشتر معلوم است، اما این بارز است که اصلا در این سفر حضور نداشت. مثلا سر تیرینر تیم ملی افغانستان قاریزاده صاحب است، به نظر اونا حضور نداشتن. سفر در هماهنگی با فدراسیون جهانی بوکس بوده ولی فقط یک تعداد معدود از این سفر آگاه بودند و یک تعداد معدود سفر را تنظیم بله، کردن. بله، قرار اخفال کرده بودند. بله. قیصری صاحب. آقای شکیب ستاری آیا آگاه بودن؟ قیصری صاحب در تاریخ 20 اکتبر رئیس فدراسیون در جریان بود، هم اگه در جریان بود فقط در آخرین تحلیل که 21 اکتبر یا سفر داشتن هیچ کس در جریان نبود جز خود سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان. و پیش از او که ما این سفر صورت بگیره یک سلسله قوانینی که فدراسیون ملی بوکس داشت که خود رئیس فدراسیون در جریان بود کار کردند که زمانت گرفتن حتی از فامیلای ورزشکاری که اعزام شدن به این سفر زمانت خطشون وجود داره اینا را گرفتن، اما سفر گفتن که لغو میشه اما نامه شدن از این سفر. چی بود زمانت؟ زمانت همی که بعضی ها قواله خانه که داشتن دادن و قرم و اقرار خط داشتن و زمانت خط بر کی دادن؟ همی سکرتر جنرال تسلیم شده و خودشان با همی تیم به مسابقات حضور یافتن و دیگه بر نگردن تا هنوز لادرک است. وای ایده باید یادآور شیم قیصری صاحب که تیم ملی که ما داشتیم قبلا که حالا از ما خود رفته تیم ملی و مهاجر شدن و به پناهندگی رفتن، 10 سال زحمت فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان بود که ما یک تیم ساختیم، ایجاد کردیم که من فکر نکردم در 10 سال دیگه ما یک تیم بسازیم و این خیانت آقای سکرتر جنرال امیدی به قبال فدراسیون بوکس در قبال ورزشکارا انجام چقدر آقای ستاری نقش داره؟ آقای ستاری پیشتر هم براتون فهمیدون که هر کس وظیفه‌اش مشخص بود در فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان، روابط خارجه، مسابقات بیرون مرزی، تنظیمش همگیش به دست سکرتر جنرال. بله بله. و آقای ستاری مصرف کار بار شخصی و فقط در بعضی امورات داخلی می آمد و مدیریت میکرد. تمام خیانتی را که انجام داد آقای سکرتر جنرال امیدی بوده که خودشان با می تیم اما یک بحث هست، بحث ضعف مدیریت آقای ستاری. بله، چطور خبر نبوده و همچنان کارتایی که به اینا ساخته میشه قیصری صاحب اصلا امکان نداره که بدون هیئت رهبری فدراسیون با کس کار ساخته شود. این پس دلیل شده نمیتونه که یک کسی که تنها با ارتباطات خارجی داره اونا بیان این سفر یک کس فقط که لیست معرفی میشه برای بازیکنان معرفی میشه برای از طرف از اینا بار میشه و حتما رئیس در جریان قرار میگیره. قیصری فساد هست همین لحظه، فساد در دیروز ما شما قیصری صاحب دیروز با پوزش دیروز ما امرای ورزشکارایی که به سفر رفته بودن فعلا به مهاجرت بسر میبرن، من امرایشان از طریق واتساپ سکایپ صحبت داشتم و اونا هم فرمودن که ما اشخاصی را که مشناختیم از یعنی از خود کابل با یا پرواز نبوده، فقط در شهر ایراد
اونجا با یا یک جور شده توسط تماسی که با سکرتر جنرال داشتن، از اونجا با ایران رفتن و از ایران به ترکیه بالاخره در صبرستان رسیدن. موضوع مهمتر از همه ای که اینا را پیش از پیش برشان سیمینار برگزار کرده بودن که نباید با کس عکس بگیرین، نباید در محل مسابقات حضور داشته باشین، چون معلوم دار است که خیانت کردن، نمیخوان که با مردم این افشا شود و در بین مردم این موضوع در میان گذاشته شود. و از زمانی که این تصاویر از اینا در دسترس ما و تیم ما و شما قرار گرفت، من دیدم متوجه شدم که اینا سلنگوری کرده بودن، این کسایی که پول داده بودن، چون اینا به یک شکل دل خودشان هم درد داشت، گرچه به اینا گفت پول داده بودن، پول داده بودن و به اینا وعده سپرده بودن که تا انگلستان شما رو میبریم و از اونجا $1,000 دیگه از تمام ورزشکارای تیم ملی خواسته بودن که اگر بیز شما دوباره افغانستان بر نمیگردین میشه که $1,000 دیگه بتین ما به شما ویزه لندن انگلستان میگیریم اونجا برین. مگر متاسفانه هم از اینا را ولی $7,000 خوب گرفتن تا $7,000 من میگم اگر سفر هم میرین این راهش نیست. اگر قرار است از افغانستان خارج شویم، یک فدراسیون بدنام شد با تمام احترام، مستنداتش هست و شما هم نشان دادید و به این صورت یک سفر تنظیم شده. یک تعداد از ورزشکاران ما که آقای غوثی گفت 10 سال روشان کار شده بود دیگه نیامدن و یک تعداد هم به نام ورزشکاران رفتن، ولی شاید اگر ورزشکاران اصلی ما میرفتن پس نمیامدن. و قیصری سب تک تک از اینا را که ما شما نام گرفتیم، احمد سوهیل رحمتی را مشناسین شما؟ نه خیر نمشناسم. احمد صمیم رحمتی را مشناسین؟ حتی در مسابقات انتخابی هم اینها شرکت نکرده بودن؟ اینا را هیچ بنام ورزشکار حتی نه در فدراسیون بگزیده بودم، هیچ نمشناختم، به اسمشان آشنا نیستم. اینا قیصری سب الواسدین غوثی 10 سال عضویت تیم ملی افغانستان داشتن و اینا که نشناسم پس کیا میشناسه؟ احمد صمیم خیرخواه را بشناسید؟ نمیشناسم به اسمش. اینا باعث کوچ رفتن در حال که مربیان تیم ملی افغانستان امین بارز هستن، قدیر سلطانی و هارون سادات است. پس اینا کجا هستن؟ اینا در افغانستان در کابل هستن و ورزشکارا در اونجا به سرنوشت اینا پول خودان دادن و اونا در سفر رفتن. تلخ است و چیزی هم نمیتونیم بیشتر از این بگیم. خدا هدایتتان کنه. تلاش میکنیم که دفعه پیش حداقل به نظرم انسان باید یک کمی متحد باشه به کارش و وظیفه که انجام میده. خیانت هست دیگه، هیچ واژه دیگه ای را نمیشه استفاده کرد و بسیار تلخ و بسیار پر از درد هست و راه رفتن هم نبود دیگه اگر قرار بود برین. تشکر خصوصه. تشکر قیصری صاحب. ما در آخر یک کلمه را میگم، فقط خواهش شما از دولت امارات اسلامی همی است که شخصی که متهم به خیانت است، اگر خودش حضور نداره در افغانستان، جایدادش است، ملکیتش است، باید مطابق قانون با او رفتار بکنن که شخص دیگه به جای ازی وظیفه میکنه پس و بازی کار را تکرار نکنه. بله. و آقای حمیدی هم اگر دوست داشته باشن میتونن هفته بعد با ما صحبت کنن اگر کدام نظر یا کامنتی دارن در رابطه با این بخش. صحبتی داری؟ همچنان کسای دیگه که در اینجا دخیل هستن میشه که بازو با دفتای بعد حتما حتما آقای ستاری که ما هر هفته دعوت میکنیم که در برنامه حضور داشته باشن، فعلا افغانستان نیستن. به خیالم قیصری صاحب پیشتر هم فرمودید که بحث مدیریت ضعیف آقای ستاری، آقای ستاری به خاطر امی مسابقات امی سفر کمیسون معرفی شده بود و چندین بار به حضور داشت خود در این بخش مدیریت ضعیف داشتند. چطور میشه یک نفر به نام ورزشکار بره و رئیس فدراسیون آگاه نباشه؟ رئیس مسئول اول و نفر اول فدراسیون بوکس کی است؟ شکیب ستاری رئیس فدراسیون است. تا آخرین تحلیل در جریان بود وقتی که سفر صورت گرفت، ورزشکارا آمده بودند، ما گفتیم ورزشکارا سفرشان حضور مسابقات، حتی اگر آقای ستاری آگاه هم نبودند باز هم ضعف مدیریت هست و باید بپذیرند. انشاءالله هفته پیش رو میتونه که از طریق وکسایب امرای زوان وصل شد و بعضی گپوار خودشان بشنیم، اما چندین بار به حضور خود ما به ورزشکاران توصیه داد که شما پس به افغانستان حضور پیدا کنید، شما ورزشکارایی هستید که یک دهه سر شما زحمت کشیده تا ساخته شده، اما متاسفانه که جواب از وارد شد طرف سکرتر جنرال که برشان از قبل آمده ای گرفته بود، اونا به کشورهای اروپایی رفتن. سپاس آقای غوثی. تشکر. سپاس از قیس نوابی عزیز و دوست داشتنی. برنامه ما هم به پایان رسید. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. با اتفاق تمامی همکارانم تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما رو خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما خوش. تشکر.